شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه نگاهی داریم به بحران یمن و گفتگو می‌کنم با دکتر حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب، درباره جنگ در یمن، نقش ایران در این بحران و رابطه ریاض و تهران. با ما همراه باشید. از دو هفته از آغاز عملیات نظامی به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن می‌گذرد. عملیاتی که به دنبال تصرف صنعا پایتخت یمن توسط جنبش انصارالله وابسته به حوثی‌های یمن و با حمایت بسیاری از کشورهای عربی شروع شد و نشانی از توقف آن دیده نمی‌شود. در حال حاضر نبردها میان شورشیان و نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن همچنان در عدن ادامه دارد، در حالی که شبه نظامیان شیعه مذهب حوثی موافقت خود را با مذاکره برای برقراری صلح اعلام کردند. آمریکا میگوید واشنگتن ارائه کمک به نیروهای ائتلاف را شتاب می‌دهد. در بحران یمن نام جمهوری اسلامی ایران پیوسته مطرح است. تهران از پیکارجویان حوثی حمایت می کند و می گوید این حمایت شامل پشتیبانی نظامی نمی شود. با این حال خبرها از حمایت همه جانبه تهران از شورشیان حوثی حکایت دارد. بسیاری از تحلیلگران می گویند آنچه در یمن در جریان است، عمدتاً جنگ نیابتی میان ایران و عربستان است. چرا یمن برای جمهوری اسلامی مهم است؟ هدف تهران از حمایت از شیعیان حوثی ها چیست؟ جنگ یمن چه تأثیری بر رابطه کشورهای منطقه با یکدیگر خواهد داشت؟ این پرسش ها را با مهمانم دکتر حسن هاشمیان، تحلیلگر و کارشناس جهان عرب که از استانبول ترکیه با ما همراه هستند در میان میگذارم. سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمش. یکی از بحث‌های جدی درباره موضوع یمن بحث حضور جمهوری اسلامی در این بحران است. چرا یمن برای تهران مهم است و جمهوری اسلامی در یمن اصولاً به دنبال چیست؟ یمن به خاطر اینکه در همسایگی عربستان قرار داره و یک تاریخچه ای از زد و خورد و مسائل امنیتی منطقه‌ای وجود داره در روابط بین یمن و عربستان، از این نظر در معادله کلی که جمهوری اسلامی ترسیم میکنه و بخصوص در مورد بحران سوریه و فکر میکنه که در جانب طرف مخالف بشار اسد عربستان سعودی در رأس همه قرار میگیره، بنابراین یمن یکی از ابزارهایی است که میتوانست فشار بیاره بر عربستان که در سوریه امتیازاتی به بشار اسد و همینطور به جمهوری اسلامی بده. ولی با توجه به تحولاتی که ما در یمن دیدیم، بخصوص بعد از اینکه حوثی‌ها به صنعا رسیدن، سپس از صنعا فراتر رفتن، دیدیم که عربستان چندان واکنشی نسبت به این سیاست ولی فقیه در ایران از خود نشون نداد، صبر و تحمل زیادی را از خودش نشون داد، تا اینکه حوثی‌ها به همراه نیروهای علی عبدالله صالح به مناطق جنوبی رسیدن، بخصوص در شهر عدن و همینطور در نزدیکی باب المندب. و این موضوع رو دیگه خارج از روابط یمن و عربستان میبره، چون که باب المندب در واقع منطقه است که برای همه حیاتیه، نه فقط برای عربستان بلکه برای مصر حیاتیه، برای حتی فرانسه حیاتیه، چون که فرانسه یک پایگاه در واقع حمایت از کشتیرانی در مبارزه با دزدان دریایی در این منطقه برپا کرده و همینطور بندر ایلات اسرائیل هم از باب المندب استفاده میکنه. بنابراین این موضوع یک موضوع تنها در روابط یمن و عربستان نیست، بلکه وارد حوزه منافع کشورهای دیگه شد و در واقع امکان این که دنیا و منطقه بپذیره که ایران هم بر تنگه هرمز، هم بر باب المندب و در نهایت هم تا
کانال سوئز میتونه حاکم بشه، به هیچ وجه اینو نمیپذیرفتن و به همین خاطر مجبور شدن اون حمله طوفان قاطع را به این شکل راه بندازن تا جلوی نفوذ ولی فقیه در منطقه گرفته بشه. آیا می توان گفت که حمایت ایران از شیعیان زیدی حوثی در راستای سیاست صدور انقلاب است که یکی از اصلی ترین خواستهای آیت الله خمینی بود، یا اینکه در جهت سیاستی دیگر اعمال می شود؟ ببینید، اون چه که در یمن اتفاق افتاد بخصوص در سال 2011 یک انقلاب مردمی بر ضد آقای علی عبدالله صالح و 33 سال دیکتاتوری و فساد و دوستی صورت گرفت. الان جمهوری اسلامی هم پیمان علی عبدالله صالح شده از طریق حوثی ها. بنابراین حرف آقای خامنه ای قابل عرضه نیست. الان این حرفشو نمیتونه به مردم منطقه بپوشه که در جهت صدور انقلاب یا در جهت ارزش های انقلابی منطقه داره گام برمیده، بلکه علی خامنه ای الان در کنار ضد انقلاب ایستاده و بر ضد آرمانهای مردم یمن داره گام برمیداره و با علی عبدالله صالح که یک دیکتاتور خونریزی است و 33 سال استبداد و فساد رو بر یمن حاکم کرده الان هم پیمان شده. به همین خاطر اینکه شعارهایی داده میشه در ایران تحت عنوان در واقع بیداری اسلامی یا صدور انقلاب یا این چیزها، این موضوع در منطقه دیگه خریداری نداره و هنایی که آقای خامنه ای ارامینه دیگه رنگی نداره. به همین خاطر این موضوع را فقط بایستی از زاویه منافع رژیم ولی فقیه در منطقه میشه دید، چون که رژیم ولی فقیه منافع خودش رو در منطقه، در سوریه، در عراق، در لبنان در خطر میبینه و به همین خاطر وارد قضیه ماجراجویی در یمن شده، ولی در نهایت این ماجراجویی هم به ضرر این رژیم تمام میشه و خواهیم دید که چگونه حوثی ها در ماهای آینده در این منطقه شکست خواهند خورد یا مجبور بشن در واقع خلع سلاح بشن و به پادگانهای خودشون برگردن و فرایند سیاسی یمن رو بپذیرن که این فرایند سیاسی مورد حمایت تمام جهان، مردم منطقه و در واقع کشورهای منطقه است. با وجود حضور آشکار ایران در یمن، چرا جمهوری اسلامی حضور خودش رو انکار میکنه؟ جمهوری اسلامی از همون بدو تأسیسش بر پایه فریب و دروغ و درونمایی و این مسائل بنا شده. الان برای همه مردم منطقه کاملا روشنه که فیلم هایی که پیدا شده، مدارکی که پیدا شده در همین روز گذشته، بسیاری از مسئولان یمنی، مسئولان عربستانی در مورد فیلم هایی صحبت کردند که هم جمهوری اسلامی و هم حزب الله لبنان چگونه در یمن دخالت میکنن، چگونه آموزش میدن، چگونه سلاح به این منطقه منتقل میکنن. همین امروز خبرگزاری فارس در مورد حرکت ناوچکن البرز و همینطور دو تا ناوچه دیگه به نام بوشهر و غیره برای رسیدن به باب المندب کرده. به همین خاطر این در واقع در راستای تمام دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشور فقیری مثل یمن هستش. بنابراین هرچه آقای خامنه ای یا فرماندهان سپاه بگن ما هیچ دخالتی در این منطقه ندارن، مردم منطقه اصلا اینو باور نمی‌کنن. مردم منطقه میدونن که حوثی‌ها در چه استراتژی وارد شدن. آقای عبدالملک حوثی از سال 2012 کاملا در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت. حتی ایدئولوژی زیدیه که اصلا هیچ ربطی به ولی فقیه و جمهوری اسلامی هم نداره و میدونید که زیدیه، مذهب زیدیه امام غایب را قبول نداره، چه برسه به اینکه نایب امام غایب را قبول کنه. به همین خاطر آقای عبدالملک حوثی تمام این اصول و مبانی زیدیه را کنار گذاشت و یک سند فکری و فرهنگی جدیدی
از سال 2012 برای خودش تدوین کرد که کاملا در اختیار و در راستای استراتژی ایدئولوژی که بر ایران حاکمه قدم میزنه. به همین خاطر این گروه مسلح که هیچ منطقی جز زور و اسلحه رو بر نمیتابه و یک هرج و مرج سراسری رو هم در منطقه یمن ایجاد کردن و اتفاقا وارد مناطقی شدن که اصلا از حوزه زیدیه هم خارج شده و جالبه بدونید که در داخل خود زیدیه باشون اختلاف دارن. مثلا برادرش یحیی که ازش هم بزرگتره و قبلا هم در واقع رشادت‌های از خودش در جنگ با علی عبدالله صالح نشون داده، مثلا اینو کنار گذاشته. یا حزب الحق پدر خود عبدالملک حسینی یعنی آقای بدرالدین حسینی رو نادیده گرفتن. الان حسینی ها یعنی جمهوری اسلامی حتی اطرافیان عبدالملک حسینی رو نابود کرده، دور کرده از صحنه به خاطر اینکه به سیاست های خودش برسه و آقای عبدالملک حسینی کاملا در چارچوب ولی فقیه گام برمی‌داره. بنابراین این موضوعی که الان داره اتفاق میفته به این شکل کاملا در استراتژی جمهوری اسلامی و ولی فقیه اتفاق میفته و آقای عبدالملک حسینی کاملا تحت فرماندهی علی خامنه ای و فرماندهان سپاه قرار داره و با اوامر اونها حرکت میکنه. با حضور پررنگ جمهوری اسلامی ایران در یمن چقدر امکان داره که افکار عمومی در یمن به سمت و سوی سیاست‌هایی پیش بره که جمهوری اسلامی پیگیری میکنه در این کشور؟ این یک سال خیلی مهمیه که در میان سندگان ایرانی و در میان ملت ایران خیلی حائز اهمیته، چون که برخی از نویسندگان مطرح میکنن که اون چه که در برابر حوثی ها و علی عبدالله صالح قرار گرفته مشروعیت نداره. بایستی بدونید که اولا که تمام قبایل جنوب به شکلی در کنار آقای عبدالمنصور قرار دارن، چه در شبا، ابین، در زاله، در البیزا در واقع نیروی سازماندهی دولتی و ارتشی وجود نداره. اون چه که وجود داره قبایل هستن و این قبایل الان کاملا در کنار آقای عبدالرب و منصور گام برمیدارن. مسئله دیگه احزاب سیاسی معروف یمنه، مثل احزاب لقاء مشترک که اینها در دوره حاکمیت آقای عبدالرب و منصور باش اختلافات سیاسی دارن و داشتن، ولی الان از ایشون حمایت میکنن و در کنار ایشون هستن، چون که یک کودتا سوی حوثی ها و آقای علی عبدالله صالح بر ضد انقلاب یمن صورت گرفته. اخوان المسلمین در واقع که حزب اصلاح رو در یمن هدایت میکنن از طوفان قاطع حمایت کردن و به شکلی از عبدالرب و منصور هم حمایت کردن. میدونید که اخوان المسلمین و حزب اصلاح شدیداً با آقای عبدالرب منصور در دوره زمامدارش اختلاف داشت، ولی الان این حزب داره از اینا حمایت میکنه. حزب ناصری که یک نشریه هم به نام الوحدوی دارن امروز بیانیه دادن که کاملا در کنار طوفان قاطع قرار میگیرن و در کنار عبدالرب منصور قرار میگیرن و به شدت از حوثی ها و علی عبدالله صالح انتقاد کردن. بنابراین تمام احزاب موجود در یمن از آقای عبدالرب منصور حمایت میکنن. مسئله پرسشی که اینجا مطرح میشه، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، پرسشی که اینجا مطرح میشه این هست که سیاست های جمهوری اسلامی در یمن چقدر این احزاب، قبائل و گروه های سیاسی رو در یمن رو در روی هم قرار میده؟ در واقع جمهوری اسلامی از احزاب بسیار محدودی حمایت میکنه، در واقع از حوثی ها که یا انصار اللهی که کاملا باش همراه و ایدولوژی ولی فقیه را میپذیرن، بعض حزب معتمر آقای علی عبدالله صالح که در سایه فعالیت میکنه و جرأت هم ندارن که در علن بگن که در واقع از این حزب حمایت میکنن. بنابراین یمنی ها نسبت به وجود جمهوری اسلامی، به وجود در واقع نیروهای خارجی یعنی نیروهایی که به حوثی ها کمک میکنن بسیار حساسن و اکثر احزاب با توجه به اینکه با آقای عبدالرب منصور هم اختلاف دارن، اما در این مرحله در کنار عبدالرب منصور ایستادن، چون که عبدالرب منصور علاوه بر چیزی که من گفتم در یمن ازش حمایت میکنه، در واقع اتحادیه عرب هم
ازش حمایت میکنه، شورای همکاری خلیج فارس از اون حمایت میکنن، قطنامه 2201 شورای امنیت از ایشون حمایت میکنن، کشورهای اروپایی و آمریکا هم از ایشون حمایت میکنن. اخیرا هم تلاش داره میشه یک قطنامه جدیدی تصویب بشه، احتمالا فردا یا پس فردا این قطنامه به شورای امنیت وارد میشه و بازم از آقای عبدالربو منصور حمایت میکنه. و بنابراین تمام اون مشروعیتی که وجود داره در اون بحث های مربوط به مشروعیت همه در کنار عبدالربو منصور. و جالبه بدونید که تمام سفارت های در واقع یمن در خارج از کشور بجز سفارت یمن در ایران از آقای عبدالربو منصور حمایت کردن. و جالب این که سفیر یمن در امارات آقای احمد پسر علی عبدالله صالح که به دستور آقای عبدالربو منصور از این کار برکنار شد و امارات در واقع دستور آقای عبدالربو منصور هادی رو پذیرفت و امارات دیروز اعلام کرد که مصونیت سیاسی برای آقای احمد علی عبدالله صالح قائل نیست و ایشون اصلا مسئولیت سیاسی نداره. بنابراین حتی اون فردی که به شکلی قبلا امارات ازش حمایت میکرد الان دیگه این حمایت وجود نداره. تمام سفارتخونه های یمن از مشروعیت آقای عبدالربو منصور حمایت میکنن و بنابراین ایشون در این مرحله من نمیخوام بگم که یک مشروعیت مطلق داره، ولی نسبت به گروه های دیگه ایشون مشروعه و مسئول گذراندن یمن در این مرحله حساس از تاریخ. بحثی که اینجا مطرح میشه و تا کنون یکی از اساسی ترین بحث های مطرح در بحران یمن هست اینی که خیلی از ناظران بحران یمن رو مقابله ایران و عربستان به نمایندگی از دو دنیای تشیع و تسنن در منطقه ارزیابی میکنند. این تحلیل تا چند اندازه واقع بینان است؟ ببینید، یکی از مسائلی که جمهوری اسلامی و نظام ولی فقیه داره مطرح میکنه همین نوع ضدیت های شیعه و سنیه و یا ضدیت های عرب و فارسه، در حالی که این چنین نیست. عربستان اونطور که برخی از تحلیلگران میگن دشمن مردم ایران اصلا نیست. عربستان در دوره آقای خاتمی علاوه بر موافقت نامه های اقتصادی و سیاسی موافقت نامه های امنیتی داشته. بنابراین اگر جمهوری اسلامی با عربستان همکاری میکنه این کشور هم همکاری خواهد کرد. در زمان شاه هم عربستان یا ملک فیصل هم پیمان شاه ایران بود، هیچ وقت نه سنی شیعه مطرح بوده نه عرب فارس مطرح بوده. بعد اینایی که مطرح میکنن که عربستان به موضوع سنی شیعی کردن قضیه نیاز داره تا بر علیه جمهوری اسلامی بر علیه ولی فقیه تبلیغات کنه، این هم درست نیست، چون که عربستان نیازی نداره که علیه ولی فقیه و علیه جمهوری اسلامی در جهان عرب تبلیغ کنه. خود ولی فقیه در جهان عرب آبروی خودشو برده. وقتی که ولی فقیه میاد 4-5 سال از یک جلادی به نام بشار اسد حمایت میکنه در کشتن زنان و کودکان سوری و در خراب کردن شهرهای سوریه، طبیعتا آقای علی خامنه ای دیگه آبرویی در جهان عرب نداره، خودش آبروی خودش رو برده، خودش بر علیه خودش تبلیغ کرده. وقتی که آقای علی خامنه ای در لبنان از طریق مزدور خودش به نام آقای حسن نصرالله میاد این کشور رو فلج میکنه، کشور لبنان الان 7 ماه فلجه، نمیتونه رئیس جمهور رو انتخاب کنه، طبیعی مردم لبنان مردم منطقه از علی خامنه ای متنفرن. وقتی که آقای علی خامنه ای میاد به اسم مبارزه با داعش شبه نظامیان بسیجی شیعه که معروف به هشت شعبی رو راه میندازن، میرن مردم تکریت رو میکشن، خود به خود جهان سنت و جهان عرب و تمام دنیا بر ضد علی خامنه ای میشه. علی خامنه ای خودش آبروی خودش رو برده و نیازی نیست که عربستان بیاد تبلیغ کنه علیه علی خامنه ای. خود آقای خامنه ای در دیداری که اخیرا با آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه داشتن گفتن که موضع جمهوری اسلامی در خصوص تمامی کشورها از جمله یمن مخالفت با دخالت خارجی است، در حالی که تهران خودش همواره در صدد توسعه نفوذ خودش در کشورهای منطقه است. تفسیر شما از این سیاست دوگانه تهران چیه؟
این همون سیاست متناقضی که در تمام ارکان این نظام حاکم بر ایران وجود داره. ببینید، آقای خامنه ای دم از دموکراسی یا مردم سالاری اسلامی میزنه، ولی چگونه با ملت ایران برخورد میکنه؟ چگونه با روزنامه نگاران برخورد میکنه؟ چگونه با روشنفکران برخورد میکنه؟ زندان ها پر از در واقع روزنامه نگار و نمیم تدوینگر و حتی بچه هایی که وارد فیسبوک میشن، آقای خامنه ای و دار و دسته آقای خامنه ای دنبال اینها هم افتادن. کشوری که از رانت های اقتصادی رنج میبره، فساد اقتصادی سراپاشو گرفته، 20 میلیون بیش از و شاید بیش از 20 میلیون آدم زیر خط فقر داره، کشوری که 80% کارمندانش واقعا در اداره زندگی خودشون مشکل دارن، و آمارهایی که من بررسی کردم حتی دیدم که کارمندان کشوری مثل پاکستان وضعشون از کارمندان ایران که یک کشور نفتیه به مراتب بهتر. آقای دکتر، حالا من نمیخوام زیاد از بحثم دور بشیم، اما میخوام برگردیم به موضوع محوری برنامه. عملیات نظامی ائتلاف علیه حوثی ها تا کنون منحصر به حملات هوایی بوده و با وجودی که بسیاری از زیرساخت های نظامی مورد استفاده شورشیان حوثی رو از کار انداخته، با این حال این عملیات تا کنون نتوانسته مانع توقف حوثی ها بشه. بسیاری بر این باورند که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان ناگزیره که به زودی وارد مرحله عملیات زمینی گسترده در یمن بشه. در این شرایط وضعیت به چه سمت و سویی میره؟ ببینید، نخستین چیزی که میشه گفت این که این عملیات موفق شد از سقوط عدن جلوگیری کنه، دو، از سقوط باب المندب به دست حوثی ها و علی عبدالله صالح و در نهایت به دست ایران جلوگیری کنه. مسئله دوم این که این جهت حمله حوثی ها الان برعکس شده، یعنی حوثی ها در حال عقب نشینی و در حال اضمحلال و در حال در واقع انفصال روابط و ارتباطاتی که بین خودشون وجود داره. دیدین که پایگاه الاند از دستشون خارج شده، در بیشتر شهرهایی که اینها وارد شدن الان کمیته های مردمی با اونها درگیر شده و تلفات سنگینی رو دارن از خودشون ارائه میدن. من معتقدم که این وضعیت خیلی چیزها رو تغییر داد، ولی معتقدم این مرحله تا 2 ماه دیگه ادامه خواهد یافت، یعنی قبل از شروع ماه رمضان. بنابراین اگر تا 2 ماه دیگر در واقع کمیته های مردمی، قبایل، ارتش و الان هم شنیدم که بخشی از فرماندهان مربوط به علی عبدالله صالح دارن با آقای دکتر ریاض یاسین وزیر خارجه یمن دارن گفتگو میکنن که از آقای علی عبدالله صالح جدا بشن، من معتقدم که در روزهای آینده شاهد خواهیم بود که بخش زیادی از این فرماندهان جدا خواهند شد. ولی یک مسئله که بایستی بهش توجه کنیم این که قدرت نظامی علی عبدالله صالح و ارتشش خیلی گسترده است. فقط من به یک موضوع اشاره کنم، من اون فقط که پرسشم این بود که آیا عربستان حمله زمینی هم خواهد کرد؟ من فکر میکنم در این مرحله هنوز ضروری نشده. ببینید، آقای علی عبدالله صالح حدود 1300 تانک در اختیارشه، در حالی که این تعداد از کشور عربستان بیشتره. کل تانک های کشور عربستان حدود 1200 است. آقای علی عبدالله صالح از یک گاردهای ویژه رئیس جمهوری استفاده میکنه که گروه های جنگاور نخبه هستند. بنابراین اینها گروه های خیلی قوی هستند بر روی زمین، و سپس میرسیم به شبه نظامیان حوثی که اینا پیاده نظام های در واقع تصرف ادارات و غیره هستند. اینها الان استراتژی که گرفته شده، یکی این که فضای یمن از تصرف اینها خارج شده، چون که قبل از شروع اون در واقع عملیات طوفان قاطع، نیروهای ارتش وفادار به علی عبدالله صالح از میگ 21، از میگ 29، از سخوای روسی استفاده میکردن در بمباران عدن و جاهای دیگه. الان نمیتونن این کارو بکنن. فضای یمن کاملا در اختیار نیروهای در واقع این عملیات قرار.
به نظر شما آقای دکتر چقدر احتمال گسترده تر شدن این جنگ و بالا گرفتن تنش در منطقه و درگیر شدن کشورهای دیگر وجود دارد؟ این به کنش ایران وابسته است. یعنی اگر ایران بخواد نیرو اونجا بفرسته و مستقیما وارد بشه، جنگ خیلی گسترده خواهد شد. اما اگه ایران عقلانی فکر کنه و واقعیت موجود را بپذیره و دست از حمایت حوثی ها برداره و به حوثی ها بگه که مثل بقیه نیروهای موجود در یمن تبدیل به یک حزب سیاسی بشن، در فعالیت سیاسی شرکت کنن و نه بر اساس اسلحه و تانک و امثال اینها خودشون را بر دیگران تحمیل کنن، اگر این اتفاق بیفته در واقع جنگی گسترده شکل نخواهد گرفت. اما اگر علی خامنه ای اصرار داره که عرض اندام انجام بده، قدرت نشون بده در منطقه، این جنگ احتمالاً گسترش پیدا خواهد کرد. با این حساب تبعات و پیامدهای این جنگ چیه و تا چه اندازه این بحران میتواند زمینه تقویت گروه‌های تندرو نظیر القاعده که همان هم در این کشور فعالیت دارند فراهم کنه؟ القاعده الان از این فرصت استفاده کرده و اتفاقا هم پیمان حوثی ها و هم پیمان علی عبدالله صالح شده. در مکلا دیدیم در استان حضرموت که چگونه نیروهای آقای علی عبدالله صالح زندان های مربوط به القاعده را باز کردند و حتی قبایلی که میخواستن برن اینها را دوباره وارد زندان کنن، نیروهای علی عبدالله صالح اونها را بمباران کردن، با اونها درگیر شدن. همینطور در مناطق دیگه که در دست حوثی ها بوده، درهای زندان ها را باز کردن، نیروهای القاعده را فراری دادن تا در واقع اون هرج و مرجی که در سوریه از طریق داعش و القاعده و غیره رو به راه انداختن، اینو در یمن دوباره تکرار کنن. منتها الان اتحاد قبایل بخصوص در حضرموت در جاهای دیگه خیلی قویه و اجازه نداد که در واقع القاعده در اون مناطق خیلی تحرک زیادی نشون بده. من معتقدم همین اتحاد قبایل در جای دیگه هم اتفاق خواهد افتاد. فقط یه مسئله من باید اشاره کنم، این که مناطق مرکزی یمن یعنی استانهایی مثل شبا، ابیان یا زاله که الان درگیری خیلی شدید اونجا در این استانها، اینا اکثریت شافعی هستن و بنابراین با اون ایدولوژی القاعده خیلی فاصله دارن و این قبایل میتونن بر علیه القاعده به کار گرفته بشن. آقای ظریف، وزیر خارجه ایران برای رایزنی درباره بحران یمن به عمان و پاکستان سفر کرده تا با مقامات این کشورها گفتگو کنه. چقدر میشه امیدوار بود که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران یمن نتیجه بده؟ ببینید، یک فرمول برای راه حل یمن وجود داره. اینکه حوثی‌ها فرایند مذاکرات را بپذیرن و به یک حزب سیاسی تبدیل بشن و در مناطق خودشون فعالیت کنن، نه اینکه برن با زور اسلحه بر دیگران در جاهای دیگه تحمیل بشن. این اگه اتفاق بیفته، طبیعتاً جواب پاکستان به ایران همین خواهد بود که حوثی‌ها بایستی تبدیل به یک حزب سیاسی بشن. جواب حوثی‌ها که عملاً حوثی‌ها که عملاً اعلام آمادگی کردن برای مذاکره. ببینید، یک سری مذاکرات اتفاق افتاد قبل از اینکه حوثی‌ها صنعا را بگیرن و این مذاکرات چندین ماه طول کشید و در نهایت نتایجی را به بار آورد که بایستی همه در چارچوب فرایند سیاسی فعالیت کنند. الان اون چه که از حوثی‌ها انتظار میره چیز جدیدی نیست، بلکه بایستی به اون نتایج مذاکرات طولانی که بین گروه‌های مختلف سیاسی یمن شکل گرفته وفادار بمونن. در واقع انتظار از حوثی‌ها اینه که مثل بقیه گروه‌های سیاسی یک حزب سیاسی باشن، وزن سیاسی خودشون رو از طریق انتخابات، پارلمان، مؤسسات مشروع و این چیزها آزمون کنن و نه اینکه خودشون رو با زور اسلحه بر دیگران تحمیل کنن. من معتقدم که در این مرحله حوثی ها چین آمادگی ندارن، چون که ایران به اونها دستورات دیگه ای میده و ایران یکی از عوامل هرج و مرج در یمن و در واقع من بعید میدونم که علی خامنه ای بپذیره که حوثی ها یک حزب سیاسی در یمن بشن، یا همونطور که در لبنان نپذیرفته که حزب الله لبنان یک حزب سیاسی مثل بقیه احزاب سیاسی باشه. در واقع حزب الله با زور اسلحه‌اش وارد
سوریه میشه، جنگ راه میندازه، به مراکز شهری خود بیروت حمله میکنه، هر کاری دلش میخواد انجام میده و یک فرزند ناز و در واقع که تابع هیچ قانونی و هیچ تربیتی هم نیست. من بعید میدونم که علی خامنه ای بپذیره که حوثی ها تبدیل به یک حزب سیاسی بشن. همزمان با دخالت ایران در کشور یمن، ایران درگیر گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5+1 و با قدرت‌های جهانی. گفته شده که موضوع یمن و دخالت‌های ایران در کشورهای منطقه از جمله محورهای گفتگو میان ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان هم بوده. آیا اجرایی شدن توافق لوزان می‌تواند به برقراری ثبات و امنیت در منطقه کمک کند؟ میتونه کمک کنه، ولی اون چه که ایران خواست به عنوان فرمول سیاسیش در این مذاکرات نشون بده با اون چه که الان داره اتفاق میفته کاملا متفاوته. ایران میخواست بگه که عراق در دستان منه، یمن در اختیار منه، لبنان در اختیار منه، سوریه تحت تاثیر منه و این منم که بازیگر اصلی هستم و شما در منطقه خاورمیانه اگر دنبال کسی قوی میگردید نمیخواین باش مذاکره کنید، با من مذاکره کنید. الان خیلی چیزها فرق کرده. این چیزهایی که به عنوان نقاط قوت ایران از اونها یاد میکرد در واقع الان به عنوان نقاط ضعف ایران در واقع داره تبدیل میشه. در یمن میبینیم که چه اتفاقی داره میفته، در عراق گروه های وابسته به ایران آقای قاسم سلیمانی حق نداشتن وارد تکریت بشن و در جنگ آینده در موصل هم این قانون وضع خواهد شد که به هیچ وجه حق ورود به مناطق موصل رو ندارن و دیدیم حتی کردها هم شرط گذاشتن و خطوط قرمز برای ایران و در واقع نیروهای وابسته به ایران ایجاد کردن. در سوریه وضع بشار اسد خیلی خرابه در جبهه. در واقع آقای قاسم سلیمانی میخواست یک عملیات رو همراه با نیروهای ایرانی، حزب الله و نیروهای بشار اسد در جنوب دمشق ایجاد کنه. این نبرد شکست خورد. آقای قاسم سلیمانی نتونست اونجا کار بکنه و یکی از مسائلی که اتفاق افتاد شهر بصره شام رو در واقع گروهای مخالف گرفتن و همینطور درعا را گرفتن و الان دارن پیشروی میکنن به طرف شهر سنمین در نزدیکی دمشق. در شمال هم ادلب از آقای بشار اسد گرفته شد و بنابراین ممکنه در آینده نزدیک جبهه شمال کاملا متحد بشه و تمام نیروهای بشار اسد از اونجا خارج بشن و در واقع مخالفین بتونن اونجا یک دولت موقت تشکیل بدن. وضع لبنان هم، وضع حزب الله در لبنان هم زیاد جالب نیست. همه از حزب الله و کارهایی که حزب الله در لبنان و در سوریه داره انجام میشه متنفرن. بنابراین ایران الان تمام اون اوراقی که فکر میکرد در اختیارشه و قدرتش رو نشون میده الان به یک کارهای هزینه بر برای ایران و مشکل ساز برای ایران و وبالی بر گردن ولی فقیه شد. فکر میکنید که وقایع یمن چه تأثیری در رابطه ایران با کشورهای منطقه خواهد گذاشت؟ اگر لطف کنید کوتاه پاسخ بدید در یک دقیقه. من فکر میکنم که معادله یمن نشون خواهد داد که ایران بایستی مرزهای خودش رو بشناسه، محدوده منافع دیگران رو محترم بشماره و به این شکل نیست که در واقع این منطقه خاورمیانه عرضه باز قدرت و جولانگاه ایران و جمهوری اسلامی و ولی فقیه باشه. من معتقدم که این پیام الان به ایران رسیده. آقای حسن روحانی به خصوص این پیام رو خوب میفهمه چون که با حساب کتاب دولت سر و کار داره علی رغم شعارهایی که خامنه ای میده و بنابراین من معتقدم که چون که حساب و کتاب دست آقای روحانیه و نشون میده که نمیتونه زیاد پیش بره در این مناطق، من معتقدم اوضاع جدید را خواهند پذیرفت. در غیر این صورت مصیبت خواهد بود هم برای مردم ایران و هم برای دولت. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه.
بینندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می توانید در وبسایت ما با آدرس iranfardolive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت، ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا درودی دیگر، بدرود.